سلام با ما همراه باشید با خلاصه خبرهای امروز جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز گذشته از احتمال دیدار باراک اوباما و حسن روحانی در نشست هفته ای آینده مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جی کارنی همچنین گفت که این دیدار منوط به این است که ایران در خصوص دست کشیدن از برنامه هسته‌ای خود جدی باشد. سخنگوی کاخ سفید با مثبت خواندن رویکرد رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شبکه این NBC افزود که اقدامات عملی مهمتر از حرف است. آقای اوباما در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 گفته بود که تصمیم دارد تا تحت شرایطی مستقیما با ایران گفتگو کند. جی کارنی روز پنجشنبه گفت که رئیس جمهوری همچنان آن موضع را حفظ کرده است. پیش از این نیز جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که اظهارات اخیر رئیس جمهوری ایران مثبت است ولی این اظهارات باید محک زده شوند. عبادالله عبداللهی رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا میگوید سپاه چتر امنیتی برای بخش خصوصی است او در برنامه دیروز امروز فردای شبکه سه با دفاع از عملکرد سپاه در اقتصاد گفته سپاه هیچ وقت رقیب نیست و هیچ وقت عرصه را بر بخش خصوصی تنگ نمی کند بلکه فقط بر اساس رسالت خود انجام وظیفه می کند آقای عبداللهی فعالیت های اقتصادی سپاه را مبتنی بر قانون اساسی دانسته سخنان این مسئول سپاه پس از اظهارات چند روز پیش رئیس جمهوری در مجمع عمومی فرماندهان سپاه مطرح می شود. حسن روحانی با دفاع از عملکرد سپاه گفته بود سپاه رقیب بخش خصوصی نیست و باید پروژه های مهمی که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارد به عهده بگیرد. سخنان آقای روحانی با های گسترده ای در میان کارشناسان اقتصادی کشور داشت و منتقدان و مدافعان آن به اظهار نظرهای متفاوتی در این زمینه پرداختند. حزب اسلامگرای نهزت حزب حاکم تونس موافقت کلی خود را برای کنارگیری اعلام کرده است این را آمر العریز یکی از سران حزب اسلامی نهزت در گفتگو با خبرگزاری رویترز بیان کرده است بنابر این گزارش آمر العریز در این گفتگو اعلام کرده که حزبش به این پیشنهاد اتحادیه کارگری برای کنارگیری پاسخ مثبت داده است تا زمینه برای گفتگو با احزاب سیاسی کشور باشد. سهشنبه هفته گذشته اتحادیه کارگری سراسری تونس که نقش میانجیگری را میان دولت اسلامگرا و مخالفان سکولار ایفا می کند پیشنهاد کرد دولت ظرف سه هفته از قدرت کنارگی کرده و راه را برای برگزاری انتخابات آزاد باز کند آقای العریض همچنین به خبرگزاری رویترز گفته که گفتگوی میان دولت و مخالفان میتواند از شنبه پیش رو آغاز شود اماد دائمی رهبر حزب المعتمر یکی از نیروهای اعتلاف حاکم نیز موافقت خود را با این برنامه اعلام کرده است. حزب اسلامی نهزد پس از سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی در ژانویه 2011 دولت تونس را در اختیار گرفت. مخالفان سکولار این کشور حزب نهزد را متهم می کنند که نتوانست فعالیت تندرویان اسلامی را محدود کند و در حل مشکلات اقتصادی نیز موفق نبود است. در حمله امروز نیروهای القاعده در یمن بیش از سی سرباز و مامور پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته مقامات ارتش یمن، در حمله گروه القاعده شبه جزیره عربستان به یک اردوگاه نیروهای ویژه یمنی در استان شبا، چند افسر پلیس کشته شدند و همزمان در منطقه دیگر در فاصله 15 کیلومتری این اردوگاه، حمله به دو پست ارتش بیش از 30 باز به قطر رسیدند. شمار دقیق کشته شدگان هنوز معلوم نیست. نیروهای یمنی با حمایت آمریکا از مدت ها پیش در مناطق جنوب و شرق یمن با عوامل القاعده درگیر هستند. آمریکا این شاخه از القاعده را یکی از خطرناکترین گروه ها در جهان می داند. سازمان افعه بین الملل با انتشار بیانیه ای از گزارش ها در مورد اعدام قریب الوقوع چهار تن از زندانیان کرد سنی مذهب در ایران ابراز نگرانی کرده است. به گزارش وبسایت این سازمان در این اطلاعیه که روز گذشته منتشر شده از مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا اجرای حکم اعدام آنان را متوقف کند. دیوان عالی کشور حکم اعدام جمشید دهقانی برادر کوچک او جهانگیر دهانی، حامد احمدی و کمال ملایی را به اتهام دست داشتن در ترور یکی از روحانیون ارشد سنی مذهب نزدیک به حکومت تایید کرده است بنابر این گزارش ماموران امنیتی ایران این چهار نفر را برای مدتی طولانی در سلول های انفرادی زندان های سنندج و همدان محبوس کردند و اعترافات آنها تحت شکنجه و انواع تهدیدها بود است. جمعی از مردم شهر همدان در اعتراض به افزایش بهای برق مصرفی و عدم توجه مسئولان شرکت توزیع برق به خواستی آنان در مقابل استانداری همدان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری فارس در این تجمع که با حضور بیش از 60 نفر چندین ساعت به طول انجامید، ابراهیم کارخانه نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس و حاجی رضا تیموری مدیرعامل شرکت توزیع برق استان همدان با معترضین گفتگو کردند و به این ترتیب این تجمع به طور مسالمت آمیز پایان یافت بنابر این گزارش و به گفته یکی از معترزین قبض برق مصرفی خانوار از 190 هزار تومان در هر نوبت قبض نویسی به یک میلیون تومان افزایش یافته است. آقای تیموری با بیان اینکه علت افزایش بهای برق مصرفی افزایش قیمت ستمانی در هر کیلووات است اظهار داشت افرادی که امروز تجمع کردند از افزایش قیمت برق مصرفی آگاه نبودند چرا که این افزایش قیمت را دولت ابلاغ کرده و شرکت برق آن را اجرا می کند ممنون از اینکه با این بخش خبری همراه ما بودید مشروع خبرها در ساعت 21 به وقت تهران